به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است، آرام، بی صدا و همیشگی. سلام و شامتان بخیر شما عزیزانی که همکنون بیننده برنامه نقش زن در سلامتی از تلویزیون تی وی چراغ هستید. امید دارم که لباس عافیت بر تن داشته باشید و همچنان فعلا بیننده برنامه ما نیز باشید. و ما قسمی که اطلاع دارین در این برنامه ما موضوعات مختلف تیبی را پیرامون آگاهی شما می گنجانیم و امید داریم که براتون مفید واقع شود. و فعلا هم من تنها نیستم، دکتر صاحب بسیار گرامی، دکتر صاحب سمیرا سعادات، دکتر جلدی و زیبایی را با خود دارم در رابطه به اینکه چگونه میتونیم از پوست و جلد خود مراقبت کنیم و در رابطه به اینکه انواع پوست چگونه هستند به شما معلومات میدهند. سلام دکتر صاحب، شامتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما تقدیم میکنم و خدمت بیننده عزیز تلویزیون تی وی چراغ تقدیم میکنم. امید که صحت و سلامت باشید. علیکم سلام، خوش آمدین. سلامت باشید. خب دکتر صاحب، در ابتدا میخواهیم در رابطه به این صحبت کنیم و یک معلومات کلی داشته باشیم که چگونه ما پوست خود بشناسیم و از اون مراقبت کنیم. چگونه نوع پوست خود را ما باید بشناسیم؟ در قدم اول باید انتخاب محصولات که پوست ما را نگاه میکنه باید تو اول ما بشناسیم که ما باید از کدام محصولات استفاده کنیم و چگونه ما پوست خود را مراقبت کنیم. و مهمی است که از محصولاتی که ما استفاده میکنیم در قدم اول باید ما پوست خود را بشناسیم که چی نوع پوست داریم و بعد از او ما از محصولات و نمیتونیم که از تمام محصولات که به بازار عرضه میشه ما به پوست خود استفاده کنیم. در این پاسخ جواب ما نه است، به خاطر که هر کس پوست مختلف داره. پوست معمولی است، پوست های مختلف است که ما داریم و باید در قدم اول آل خو تمام همگی به اینترنت دسترسی دارن، بلدیت دارن، میتونن که آگاهی پیدا کنن که چی نوع پوست داریم. و مهمی است که ما نباید از هر نوع دواها به پوست خود استفاده کنیم، به خاطر که پوست های مختلف از هر کس، یعنی کسی که مثلا یک کریم میره بر دکتر مراجعه میکنه میگه من این کریم استفاده میکنم پوست مرا جلد مرا خوب کرد، شما هم از این استفاده کنین. این کارا نباید بکنیم و معلومات خود درباره جلد خود باید پیدا کنیم که ما چی نوع جلد داریم، پیش دکتر مراجعه کنیم که اگر ما آگاهی را خود ما پیدا کرده نمیتونیم باید پیش دکتر معالج مراجعه کنیم که ما چی نوع پوست داریم. و بعد از او باز ما میتونیم که مطابق پوست خود از همین محصولات یا دوایی که هست ما از اونا استفاده بکنیم. دکتر صاحب، نظرتان در رابطه به این چی است که یگان تا از مواد آرایشی و بهداشتی غیر یعنی صحی نیست استفاده میکنن، در رابطه به این نظرتان چی است که خودسرانه استفاده نکنن بهتر است؟ بله بله، این گپ بسیار خوب اشاره کردین. این باید دوستای ما باید متوجه باشن که چون خدای نکرده اگر در پوستشان کدام مشکل ایجاد میشه یا شدیدن مرض جلدی برشان پیدا میشه و یا از موادایی که کیمیاوی می باشه بسیار، چون بسیار مهم است، جلد بسیار نازک است، میتونه که هر نوع میکروب در جای گزین کنه خدا بتونه که زودتر به مثلا که سرطان های جلدی است در سرطان های جلدی مبتلا نشن، یعنی زیادتر متوجه باشن و هر وقت به سالون ها مراجعه میکنن و به خاطر آرایش کریم میخرن یا مواد میخرن زیاد متوجه باشن و زیادتر کوشش کنن که آگاهی خودشان پیدا کنن. و اگر کسایی که نمیتونن یا دسترسی ندارن که آگاهی پیدا کنن باید به دکتر مراجعه بکنن که باید جلد خود از دست نتن. و بعضی ها خودسرانه استفاده از مواد بهداشتی و آرایشی میکنن، اساسیت های پوستی رو برشان بر بار اساسیت های پوستی بلکه اساسیت های پوستی پیدا میکنن و در ضمن مرض های جلدی که اصلا قابل تداوی نمی باشه و خدای نکرده اینا به سرطان جلدی مبتلا میشن که او اصلا تداوی نمی داشته باشه. بله دکتر صاحب، چی خوب است که فعلا در رابطه به انواع پوست گپ بزنیم، چند نوع پوست داریم؟ در جهان ما 5 نوع پوست داریم. یکی پوست معمولی است و دیگه پوست خشک است، پوست چرب است،
پوست ترکیبی است و پوست حساس است. پوست معمولی که است، یعنی پوست معمولی است، اینا میتونن که کسی که پوست معمولی می داشته باشه میتونن در هر آب و هوای در هر موسم میتونن که باشن و پوستشان راحت می باشه، یعنی کدام مشکل برشان نیست و اونا هم باید متوجه باشن که از پوست خود درست از جلد خود مواظبت بکنن. و پوست خشک است، پوست خشک در موسم گرما کمی خوب می باشه و موسم سردی که میشه مثلا زمستان میشه پوست خشکی زیادتر را به خود میگیره و حتی پوست کسی که زیاد خشک میباشه یک رقم ترک ترک میشه، ترقیدگی پیدا میکنه و جلدشان و به پوست خشک کسایی که پوست خشک دارن و تشخیص شده که پوستشان خشک است باید از کریمای مرطوب کننده استفاده کنن و کریمای استفاده کنن که با یعنی دکتر برشان توصیه کرده باشه از او کریما استفاده کنن. و پوست چرب است، پوست چرب یعنی بهتر از پوست خشک است ولی بازم خطرات خود داره. این باید پوست چرب روزمره از دو بار نباید زیاد شسته شوه و پوست چرب که زیادتر میکروبه به خود جذب میکنه و این باید ما زیاد متوجه باشیم و در پوست چرب زیادتر دانه هایی که ایجاد میشه یکی بلک هیدز است که به نام دانه های سرسیا یاد میشه و دیگر وایت هیدز است و بخارهای میکروبی است که امی پوست چرب زود اونا را به خود جذب میکنه، یعنی امی آلودگی هوا و بیرون که میرن او پوست چرب زودتر، یعنی زیادتر کسایی که پوست چرب دارن متوجه باشن که برشان خطرناک است کمه. و پوست ترکیبی که است نه پوست خشک است نه پوست چرب است، میکس است، ترکیبی است و تمام پوست ها را داره و موسمش دیگه در هر موسم او پوست ترکیبی هم حالت خود می داشته باشه و دوستان ما باید زیادتر کوشش کنیم که از پوست خود مواظبت کنیم و هر رقم کریم را خود سرانه استفاده نکنیم به خاطر که به جلد ما ضرر می رسانه. و پوست حساس که است، پوست حساس زیادتر سرخی، زیادتر خارش، مثلا یک کریم میزنیم حتی کریمای مرطوب کننده را ما نباید به پوست حساس توصیه بکنیم بدون دکتر، تا که دکتر دوا نمیته و کریما رو به ما توصیه نمیکنه در پوست اساس اصلا ما باید تیر استفاده نکنیم. پوست اساس خارش زیاد می داشته باشه، حتی یک کریم میزنیم جلد خارش پیدا میکنه، سرخی پیدا میکنه، سوختگی پیدا میکنه، بسیار حالت های زیاد رو میگیره. ما زیاد باید متوجه باشیم که جلد خود مواظبت بکنیم. دکتر صاحب در رابطه با انواع پوست یادآوری کردین و چه خوب است که حالا بدانیم آیا شرایط آب و هوا، آلودگی هوا و همچنین شستشوی با آب و صابون یا فیسواش هایی که استفاده میکنه اینا هم تاثیر داره بالای پوست؟ بله تاثیر داره و پوست سه لایه داره، یکی لایه هپی درم و دیگه لایه درم و دیگه هیپودرم است که هر لایه وظایف خود انجام میده. ما باید در قدم اول باید نگهداری و مراقبت از جلد چه رقم میباشه. روزمره باید آب استفاده بکنیم، از صبح که ما بیدار میشیم باید آب استفاده کنیم چون در هوای گرم موسم که گرم میشه وجود ما میپوست ما نیاز داره که باید ما آب نوش جان بکنیم. دکتر صاحب در رابطه با ضد آفتاب چی نظر دارین که بعضیا میرن خود سرانه ضد آفتاب استفاده میکنن که مطابق جلدشان نیست و مچ نمیکنه، تطابق نداره با جلدشان، در رابطه با بیننده عزیز ما چی نظر دارین؟ خب ما براتون قبلا هم گفتم که جلدها مختلف است و هر کس نمیتونه یک ضد آفتاب که است بر یک جلد تاثیر خوب میکنه و یک جلد تاثیر بد میکنه. همی خوب است که بیننده ما برن همه دوستایی که میخواین جلدشان یعنی از ضد آفتاب استفاده کنن پیش دکتر صاحب مراجعه کنن، پیش دکتر صاحب برن و طبق هدایت از اونا ضد آفتاب را که میخواین بر خود استفاده کنن از طبق هدایت دکتر بگیرن. بله دوستای عزیز دکتر صاحب گفتن امید از حرفایشون نشنیده باشین و مطابق جلدتان مواد بهداشتی و آرایشی را استفاده کنین. و دکتر صاحب چه خوب است که در رابطه با این صحبت کنیم که ما چگونه میتونیم مراقبت کنیم از جلد ما در کل. در قدم اول خب ما باید همیشه و در هر موسمی که باشه ما از ضد آفتاب استفاده بکنیم به خاطر که ضد آفتاب امی اشعه یو وی
ای و اشعه یو وی بی را جلوگیری میکنه. اگر ما ضد آفتاب استفاده میکنیم امی اشعه را دفع میکنه و نمیمانه که پوست ما به سوختگی به پوست ما ایجاد شوه یا پوست ما خراب شوه، یعنی مراقبت زیاد از جلد ما میکنه. و دیگه ما باید روزانه آب بگیریم، صبح که از خواب بیدار میشیم آب باید نوشیدن بکنیم و بعد از او همیشه تا آخر روز ما باید از آب استفاده کنیم. به خاطر که ما برتون یک مثال میتونم، درخت داریم، اگر ما او را آب ندیم او حتما خراب میشه، زرد میشه. اگر ما ایره همیشه آب بدیم همیشه سبز میمانه، اما طور جلد انسان هم است. همیشه اگر آب نوشیدن کنین، همیشه اگر متوجه جلد خود باشین، همیشه تازه میمانین، یعنی مثل درخت از جلد انسان. و دیگه بعدی که بیننده عزیز زیادتر تاثیری که خراب داره بر جلد چی است؟ لطفاً دوستای عزیز سیگرت نکشین، چون سیگرت بسیار به جلد مضر است. و قبل از اینکه شما میخوابین، مثلا وظیفه میرین شما آرایش میکنین یا جای میرین یا به کدام محافل میرین شما آرایش میکنین، باید قبل از اینکه شما استراحت شوین باید جلد خود خوب پاک صفا با آب گرم و فیس واشی که دکتر برتون هدایت داده همراه از اونا بشوین و بعد از او استراحت کنین. یعنی همراه مواد آرایشی هیچ وقت و جلدتان که باشه استراحت نشین و مواد آرایشی را هیچ وقت به جلد خود زیادتر نگاه نکنین. دکتر صاحب، در رابطه به چی نظر دارین که بعضی ها ماسکای خانگی تهیه میکنن، مثلا سفیدی تخم مرغ با لیمو یا بعضا مواد دیگر را میکس میکنن و در صورت خود میزنن به خاطر که شاداب شوه یا شفاف شوه جلدشان؟ در رابطه به کدام نظر دارین؟ آیا کدام ضرر خود داره؟ ماسکای خانگی که هست اینا هیچ ضرر به جلد نمیرسانه، چون کسایی که میخواین که امی ماسکا را آماده بکنن حتما آگاهی خودشان حاصل میکنن و از اینترنت معلومات میگیرن که ما چی را باید آماده بسازیم که و جلد ما خوب است، چی را باید جور کنیم که جلد ما را تازه نگاه کنه. این را باید از همه محصولاتی که در بازار عرضه میشه، از همه محصولاتی که میوی کرده، از این میوه هایی که ما مثلا ماست جور میکنیم، از همه از این باید استفاده کنیم و این را باید معلومات داشته باشیم از دوا و محصولاتی که در بازار عرضه میشه و میوجات ما استفاده کنیم. در ماسک های خود بسیار مفید است بر جلد، جلد بسیار خوب نگاه میکنه و همی میوه که بدن ما ضرورت داره میخوریم، جلد ما هم ضرورت داره که باید استفاده شوه. خب از میوه یادآوری کردیم دکتر صاحب، آیا خوراک هم برای پوست و جلد ما کدام تاثیر خود داره؟ بله بسیار تاثیر خود داره. پیشتر که برتان گفتم آب باید بنوشیم و زیادتر کسایی که مبتلا به امراض جلدی میشن زیادتر توجه ندارن و میوه‌ای که بدنشان وجودشان ضرورت داره، پوستشان ضرورت داره، مثلا ویتامین هایی است که باید در میوه ها است که باید ما او را نوشجان بکنیم و توسط زمان میتونیم این ویتامین های کم بود بدن خود تکمیل بکنیم. دکتر صاحب، در اخیر میخوایم پیامتان به بیننده عزیز داشته باشیم در رابطه به ای که چگونه از جلد خود مراقبت کنن، کدام روش های وجود داره که پیش بگیرن، یعنی خب بسیار خوب. پیام ما بر بیننده‌های عزیزی است که باید متوجه زیادتر باشن به جلد خود که خدای نکرده از بی‌توجهیشان کدام تکلیف جلدی برشان پیدا نشه و تکلیف جلدی اگر پیش رفته شه و اینا به سرطان‌های جلدی مبدل میشه، این را باید زیاد متوجه باشن و همین نکات را که من پیشتر برتان عرض کردم همین را باید زیاد متوجه باشین و زیادتر از ضد آفتاب استفاده کنین و بیرون که میرین از کلا استفاده بکنین، از عینک استفاده بکنین و از ماسکای که هست از او استفاده بکنین که تا و مستقیم در نور آفتاب باید شما زیادتر متوجه باشین که از نور آفتاب مستقیم خود نگاه بکنین. تشکر از شما. تشکر دکتر صاحب از اینکه با برنامه تشریف آوردین و وقت گذاشتین، برای ما یک جهان سپاس. بیننده عزیز، فعلا وقفه آماده نشست، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم.